سلام، دست رد مجلس نمایندگان افغانستان به سینه وزیران دفاع و امور داخله. سرانجام وزیران دفاع ملی و امور داخله به خاطر عملات موشکی از خاک پاکستان به مناطق مرزی کشور، چالش های امنیتی و ترور شخصیت ها پس از استیضاع از سوی نمایندگان مجلس با اکثریت آرا سلب صلاحیت شدند. پاسخ وزیران دفاع و امور داخله به مجلس نمایندگان چنین بود: ای جنایتی است که دشمن میکنه و تا زمانی که مداخله آیسای پاکستان در اینجا ادامه داشته باشه ما شاید روز خوش نیستیم و هنوز هم استراتژی از وار جنگ است و جنایت است در کشور ما و این ادامه میدن. در مجالس بسیار بلندی که رئیس جمهور و وزرای دیگه شیشته، ما در مقابل می زیادتر کسایی که می کشوری که مورد سوال است موقف ما چی بوده، به شمول می کنفرانس شیکاگو، امیر لطفا شما بپرسین که ما چی گفتیم. اما این هم تصمیم نهایی مجلس در مورد وزیران دفاع و داخله. از جلالت ما رئیس جمهور می خواهیم که به عاجل ترین وقت کسی را که واجد شرایط باشد به ولسی جگه شورای ملی افغانستان به معرفی بگیرد. میمانان ما در این بحث آقایان ظلمه مجدی و صادقی زاده نیلی از نمایندگان مجلس و ظلمه زابلی عضو مجلس سنای افغانستان هستند. میمان عزیز بسیار زود خوش آمدید. تشکر. آقای نیلی، با شما آغاز میکنیم. آیا واقعا دلایلی را که مجلس ارائه کرد به خاطر استیضاع و رد صلاحیت موجب بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و میهمانان عزیز شما و همچنین برندگان تلویزیون شما. فکر میکنم که کاری را که امروز پارلمان افغانستان انجام داد شایسته‌ترین کاری بود که مردم افغانستان توقع داشت از نمایندگان خود در ولسی جرگه افغانستان که انجام میده. شما ببینید یکی از بحث‌های مطرحی که امروز برای نمایندگان مردم افغانستان بسیار دارای اهمیت بود و برای مردم افغانستان حملاتی است که از جانب پاکستان از یک سال به این طرف شروع شده. زمان کوتاه نیست، یک سال در بند میگیره و در این مدت در حدود 2100 راکت در خاک افغانستان اصابت کرده، تعداد زیاد خانه‌های مردم خراب شده، تخریب شده و تعداد زیاد مردم شهید شده، تعداد زیاد مردم آواره شده. حتی شما در گزارش داشتید که طالبان، ملاشای پاکستان به لباس طالبان وارد خاک افغانستان شده رسما. خب در همچه شرایطی اگر پارلمان افغانستان همین کار را نمیکرد، یقینا هم مردم افغانستان به شدت از پارلمان افغانستان ناامید میشد و هم مطبوعات افغانستان. من فکر میکنم که تمام افتخارات و سربلندی و امو هویت افغانستان با این حملات زیر سوال رفته بود. اگر امروز همین کار در پارلمان افغانستان صورت نمیگرفت، ما خود شکست خورده و سرخورده احساس میکردیم. یکی از شما میخوان بگین که واقعا با حملاتی که صورت گرفت و افزایش ناامنی در افغانستان و بعدش هم شخصیت ترور شخصیت ها در افغانستان، این کار معجعه‌ای بود که باید مجلس انجام میداد که انجامش داد. حالا آنچه که مطرح است، بعضی از نمایندگان مجلس مطرح میکنند که یعنی یک سلسله کارها به اشاره بعضی کشورهای همسایه صورت گرفته. دیدگاه شما را میخواییم دارم. متاسفانه همیشه در بین ما افغانها یه چیزی مرسوم است که یک کاری که برخلاف میل ما پیش رفت یک اتهامات را وارد میکنیم. ما فکر میکنم این اتهامات قبلا هم پارلمان افغانستان وارد شد، تعدادی گفت که در حدود 44 نفر از وکلای مردم افغانستان، نمایندگان مردم افغانستان ارتباط با کشورهای خارجی داره و این بار هم یکی از نمایندگان مردم افغانستان بعد از اونی که در او خواست خود نرسیده و در او خواست خود شکست خورده آمده این اتهام وارد میکنه. ما خانه ملت افغانستان ما با راز قضیه میداریم، فقط موضوع منافع ملی افغانستان بوده به خاطر شرایط خاصی که افغانستان امروز با او مواجه است. چیزایی که شما اشاره کردید، یک مسئله که مطرح میشه است که با توجه بر روابطی که بعضی از وکلا با همسایه افغانستان دارن، اینا تحت تاثیر از کشورها هستن. میخوایم نفوذ کشورها را در درون مجلس از شما بپرسم که تا چه حد است؟ اون چیزی که ما در درون مجلس هستیم، ما نماینده هستیم در اونجا، ما تاثیر از بیرون از افغانستان بر سر نمایندگان مردم افغانستان نمیبینیم. ببینید ما خود نماینده های مردم افغانستان احساس میکنیم، ما را مردم افغانستان در این پست و در این مقام و در این جایگاه رسانده. ما در قبال مردم افغانستان پاسخگو هستیم، نه در قبال کشورهای بیرونی و خارجی. ما فکر میکنیم این اتهامات است که همیشه گفته شده بهتری خواهد بود اتهامات با دلایل متقن اگر بوده باشه خیلی خوب خواهد بود، او چهره مشخص شود. واقعا اگر کسی به کرسی ملت افغانستان نشسته برای مثلا کشورهای بیرونی کار میکنه، یقینا او حقش همیست که باید افشا شود. همین حرفای گمانه‌زنی، حرفای اتهام، این حرفا
فکر کنم که بالاتر از شخصیت نمایندگان مردم افغانستان، بالاتر از این موضوع هست و کسایی که تمام زنه بهتر است که دنبال دلایل بره، در غیر صورت مسائل مطرح کردن به ضرر خود اونم تمام خواهد شد. آقای زابلی، دیدگاه شما چی است؟ واقعا آنچه که سزاوار بودن دو وزیر رسیدن برش، یک فکر میکنین که واقعا بعضی موارد دیگه هم اینجا نقش داره، از جمله نفوذ کشورهای همسایه در درون مجلس افغانستان، برخوردهای شخصی و حتی گفته میشه که حکومت افغانستان هم خواست که این دو وزیر رد صلاحیت شوند. دلیل امیر مطرح میکنن که چرا رئیس مجلس با تاخیر کارت سرخ بلند کرد. بسیار تشکر. او موضوعات میشه مربوط به مجلسی محترمی ولسی جرگه که دو تا بزرگوار ما که دوستای بسیار نزدیکی ما هسته، اونا میفهمه و مو پالیسی و عمل کردی داخلی مجلسی نمایندگان. ولی چیزی که ما میبینیم در صحنه عمل مجلس یک نماینده، مجلس یک وزیر مشترک جرگه، تنها موضوع کناره و تنها موضوع بمبارد نورستان رول نداشته در استیضاح. استیضاح اردو وزیرا بسیار برحق بوده. چرا؟ در وزارت دفاع، ملکیت وزارت دفاع از بسیار وقت میشه که غصب میشه، گرافی غصب زمین ها بسیار رو افزایش است، تقرر در پوستا بیخی به شکل غیر عادلانه بوده. در زمین موضوع شفاخانه 420 است که 42 میلیون دلار سر به خاطر رنگ مالی و پیپکاری و بیخی ایف مل شده، و یا نیروی اوایی ما شما که در طول 12 سال به همین منوال که ما در رو به نزول است نه رو به سود. همچنان در قسمتی وزارت داخله فساد داری، خصوصا در پوستای بزرگ به فیغان رسیده بود، به سطح ولایت بیخی واضح اتا پوستا قیمت های مایی خود در وزارت داخله فعلا داره که اونا را تقرر میکنه، برکر زمین ترورای زنجیری است که هیچ عکس العمل مثبت در وزارت داخله نبوده. حالا آنچه را که شما مطرح میکنین به اساس اسناد است یا یک گزارش ها به شما رسید؟ این چیزهایی است که ما چندین مرتبه بزرگار خواستیم ولی اونا برای ما هیچ کدامی تو جوابی قانع کننده ای برای ما نداده. اگر یاد شما باش تقریبا 4-5 روز پیش در میز ما شما وقتی که وزیر صاحب داخله در مجلس سنا آمده بود، همین سوال را ما کردیم، گفتم چرا شما اینقدر بی کفایت هستین که وزارت دفاع و خودت و رئیس امنیت ملی و رئیس جمهور اقناع داده نمیتونی، شما ای بانه میکنی که جمهور با ما قمانده نمیته، رئیس جمهور خود کنر نیست، شما امی تصویر واقعی را برشان پیشنهاد کنین که اگر ما عکس العمل یا عمل بالمثل کنر نکنیم به اصطلاح یک عقی مسلمی مردمی ما هستند، ملت ما هستند. ولی رئیس جمهور افغانستان باید چگونه قناعت داده میشد؟ شما باید دارین که در نشست خبری شخص رئیس جمهور گفتن که ما اجازه نمیتونم که عملی بالمثل از خاک افغانستان شما ببینید رئیس جمهور اونقدر قوی نیست که وقت یک وزیر دفاع، یک وزیر داخله، رئیس امنیت ملی، شورای امنیت اونا برشان بگویه، اونا مشاورین یا به اصطلاح مسئولین مستقیم اینمی بخشا است وقتی که رئیس جمهور مستقیما او قناعت داشت. اجازه بدین که ما دیدگاه وزارت دفاع و داخله را مطرح کنم که مخصوصا در یک زمان سخنگوی وزارت دفاع مطرح کردن، گفتن که ما تمام گزارش ها را به ریاست جمهوری فرستادیم، به شورای امنیت فرستادیم، حتی امروز هم وزیر دفاع گفتن که تمام گزارش ها را به آیساف هم فرستادن، اما اینجا تصمیم رئیس جمهور تصمیم نهایی است. شما ببینید حالا فکر نمیکنین که مشکل در سیاست های حکومت است تا وزارت؟ ما اشخاص ملامت نمی کنیم که دیگه یا وزیر دفاع را شخصا ملامت کنیم، یا وزیر داخله را ملامت کنیم، یا رئیس جمهور را، اینجا پالیسی را ما ملامت می کنیم. تنها در وزارت دفاع یا وزارت داخله تنها وزیر وزرا نیست که در راسی وزارت خانه است، اونها را ما ملامت کنیم، همین تیم کاری رهبری اونها کلی که همین در حیات نداره که اونها ایتو یک پالیسی را در وزارت های مربوطه خود اتخاذ کنه که ایصاف هم قناعت بته، ایصاف نمی خواد که ما شما یک عملی بلیس علی پاکستان انجام بده و پاکستان ازرده شوه از اونا، ولی رئیس جمهور میتونیم که شورای امنیت میتونیم این دو تا وزیر صاحبا امی کار نه صلاحیتش داشت نه به صلاحیت اینا مطرح میکنن که تمام نکات را حتی شما شاهد هستین که وزیر داخلی افغانستان در همو درخواستی که شما کرده بودین اشاره کردن که یافتیم که موشک ها یا توپ ها که به افغانستان شلیک میشه ساخت کجاست و چگونه است و درست از امی نو اصلا ارتش پاکستان استفاده میکنه. حالا فکر نمیکنین که اینا مواردی است که رئیس جمهور افغانستان باید قناعت بکنه؟ برای ما لیدر سیز گفت در مجلس نه وزیر صاحب داخله، خیر خب مقصد یا موافق بود با او، اونم رد نکرد صحبت امروز در مجلس نمایندگان وزیر داخله مطرح کرد. درست است، برای مجلس مشترک عین موضوعی که شما فرمودین اونها را
لوی درسیزم فرمود. مقصد است که ما ندیدیم که وزیر داخله، وزیر دفاع یا رئیس امنیت ملی یک روز مطبوعات بخواه او اعلان باید میکرد که ما این چیزا را به رئیس جمهور به شورای امنیت به خاطر تمامیت ازی خود پیشنهاد کردیم، رئیس جمهور امرای ما قبول نمیکنه، خیر ما را با من خدا ما استعفا کردیم. او وقت ما میگفتیم که یا به وقت دلش در سر میخاک میسوزه. تاخیرین لازکیا اتا امروز میخواستم که پیسرم رو لسی جرگا با اشکال گوناگون توضیح کنه، ولی خوشبختانه که وکیلای ما و شما ما احساس که داشتن پیسیشان باشن رد کرد، این پیسر نگرفت اطلاعاتی که با ما آمده. یعنی اطلاعات اینطور به شما رسیده که امی وزرا پول توزیع میکردن به خاطر از اینکه برای اعتماد بگیرن، به واسه که یاد درات خود نشان به ابتکار خود نشان از پیسہ کار میگیری. پیسہ از کجا میشه؟ از ماشیا میشه. یک ماشیا که وزیر میخواد است که باز خدا نه خسته ولس جرگی ما را متهم بی میکنه که پیسہ بتا. خوشبختانه که امروز عملی که ولس جرگی کرد می افصل ما مت خوش نبودم از اجازه بدین که خوش هستید. چیز را که شما اشاره میکنین بیشتر شورای امنیت هم در نظر داره. امو روزها که تقریبا یک هفته پیه هم راکت توپ ها و موشک ها شلیک شد به منطقه مرزی افغانستان، حتی وزارت خارجه افغانستان گفتند که شورای امنیت افغانستان جلسه میگیره و بعدش نتیجه تصمیم خود را اعلام میکنه. حالا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه، فکر نمیکنین که اینا نتیجه نهایی را اعلام میکردن و یک نتیجه را میگرفتن که دستور میدادن بالای دو نهادهای امنیتی افغانستان که حمله بالمثل میدادن یا راه دیگر را جستجو میکردن؟ خاموشی ردهای بلندتر از وزارت دفاع و داخله، فکر نمیکنین که اینجا اصلا اراده سیاسی وجود نداره؟ شما بین این حرکت ولسی جرگه یک حرکت است که تحرک پیدا میکنه. حتما ضرورا امشب رئیس جمهور در گریبان خود سر پایین خواهد کرد که ما باعث همی شدم که دو تا وزیر باید استعزا شد و اونا باید سلبی سلط شد. در غیر از او اگر نکنه شما به اطمینان داشته باشید اگر دو نفر دیگه وزیر بیاید دوی دیگه بیاید به عین پالیسی رو پیش بگیره. پارلمان خوشن ولسی جرگه در این مورد که ما خبر داریم یا امی تصمیم گرفته تا که پاکستان امی تجاوزاتی بسیار بی‌شرمانه خود دوام میده یا مجبور مکلف میکنه نیروی امنیتی خود تا قدرت داره صلاحیت داره امو عملی بالمثل خود بعد از خود تبارز بده. حالا شما فکر میکنین که اگر دو وزیر تازه هم معرفی شوه آنچه را که اینا انجام ندادن اونا انجام میدن؟ اگر انجام نداده بین سرش دچار خواهد شد و ملت از اونا اگر اونا انجام ندهند فکر نمیکنین که مشکل در وزارت ها نیست دیگه؟ در اون صورت باز مشان جرگه خصوصا امی تصمیم خواهد گرفت. چرا ما مطمئن با می هستم که برای جمهور با انگشت انتقاد خود خواهد گرفت که خودت هستی که نمیخوای که این ملت از یوغ استعمار پاکستان خلاص شود. در غیر از او یک وزیر که رفت دیگه وزیر آمد بعد پالیسی خود که همچنان که شرایط او ایجاب میکنه بعد اون شرایط امو پالیسی اتخاذ کنه. وقتی خودت اجازه نمیدی که 20 وزیر استعزا شو باز هم امو پالیسی این دیگه قابل قبول. فکر میکنین که مشکل واقعا در دو نهاد امنیتی افغانستان بود یا در کل در سیاست های کلان حکومت افغانستان؟ حالا تصور کرده میتونین اگر دو وزیر تازه هم معرفی شوه اینا کار انجام میتونن که دو وزیر که شما رد صلاحیت کردین انجام نتونستن بدن؟ ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به همه بینندگان عزیز. انتظار مردم افغانستان از وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخله و بخش امنیت و شورای امنیت ملی افغانستان ای بود که باید به ناامنی ها در افغانستان خاتمه داده شود، خصوصا حملات راکتی پاکستان که به ولایت کنر از یک سال به این طرف باعث تلفات و خسارات بیش از حد شده و نگرانی مردم برای مردم افغانستان بار آورده که چرا وزارت های داخله و دفاع ما در قسمت اقدامی را روی دست نمیگیرند، در حالی که از اون طرف هم سلاح‌های راکت فایر میشه، توپ فایر میشه و گفته آقای بسم الله محمدی توپ‌های 122 میلیمتری که عین سلاح‌ها را ما داریم، حتی سلاح‌های از اینا هم که در دور بردی دورتر ما داریم، ولی تا حال هیچ اقدامی صورت نگرفته. حالا دلایل اونا گفتن که اقدام نکردن چی بود؟ دلایل اونا دلایلشون برای ما قانع کننده به این خاطر نبود که اونا هنوز راپور دقیق نداشتن که در مرزها پوستهایشون جای به جای نیست. اونا به ما میگفتن که ما هنوز پوستهای سرحدی و مرزی خود داریم، در حالی که در اکثر پوستها پاکستانی ها 4 الا 5 کیلومتر نظر به اطلاعاتی که ریاست عمومی امنیت در اختیار ولسی جرگه چند روز قبل گذاشت، پاکستانی ها در استقامت نورستان،
کنر، ننگرهار، پکتیکا و پکتیا. در این چهار ولایت پاکستانی ها در چند موضی اینا در تا 5 کیلومتر البته داخل خاک افغانستان پوسای خود افراز کردن. ببینین اینا نتونستن به حیث مسئولین دفاعی و امنیتی کشور باید اینا از تمامیت ارضی افغانستان دفاع میکردن. و اگر اینا را گوش میگیرین آقای مجدی که اینجا ما منتظر فرمان رئیس جمهور افغانستان هستیم. اگر رئیس جمهور افغانستان مانی میشه، اگر رئیس جمهور افغانستان اجازه نمیده، باید اینها پیش مردم افغانستان این بار مسئولیت از خود خالی میکردن. به گفته آقای زابلی باید اینا کنفرانس مطبوعاتی میدادن، استعفا میدادن. اینا مانند آقای حتمر و آقای امرالله سالی استعفا میدادن. نه تنها موضوع کنر و راکت های پاکستان برای با کنر است، بلکه در قتل های زنجیره‌ای ببینین شخصیت های کلیدی افغانستان از سال دو سال به این طرف چی تعداد به شهادت رسیده، چی اقدام اینا کردن، تا حال کدام شبکه تروریستی در اینا با تمام به اصطلاح توته و دسایز که از اینا بوده و از بیرون سازماندهی میشه اینا کشف کردن و گرفتار کردن و در معرض مطبوعات قرار دادن. حالا یک سوالی که مطرح میشه ایست که زمانی که مسئله استیضاح مطرح شد وزیر خارجه افغانستان و رئیس امنیت هم شاملش بودن، چرا اونا خارج شدن؟ امکاناتی که وزارت دفاع ما داره، امکانات وزارت داخلی ما داره، ریاست عمومی امنیت نداره، رئیس امنیت. حالا شما بیشتر اشاره کردید که کشف و کار استخباراتی مربوط به امنیت ملی افغانستان یک قسمت میشه. یک قسمت عمده کشف و استخبارات هم در چوکات وزارت داخله است و هم در چوکات وزارت دفاع ملی است. صرف امنیت افغانستان ما میدانیم که او تو به پیمانی آیسای پاکستان و کشورهای همسایه نیرومند نیست، امکانات نداره و امکاناتش در حد اطلاعات است. زمانی که آمدن اینا با ما گزارش خود ارائه کردن واقعا قناعت کننده بود. اما همین چیزی که شما اشاره میکنین متوجه تمام ساختارهای امنیتی افغانستان است که از ضعف برخوردار هستن، نه تنها ریاست امنیت ملی افغانستان. اما به این اندازه که وزارت دفاع و وزارت امور داخله قابل مورد توجه کشورهای کمک کننده است، ریاست عمومی امنیت ملی ما نیست. او امکانات ریاست عمومی امنیت ملی نداره. بنابراین بیشتر شما گفتین که اینا خود کاملا از زیر مسئولیت خالی ساختن و مسئولیت به دوش رئیس جمهور انداختن. من پیشتر براتون گفتم که اگر اینا به این شکل میشد باید یک سال به این طرف ادامه داره راکت پراگنی پاکستان در کنر. به این ترتیب ناامنی ها در شمال افغانستان آغاز شده بود که ما با وزیر داخله گفتیم، با وزیر دفاع گفتیم که چاره بکنین که اینجا اسلحه های از تروریست ها فعال شده، ولی اینا هیچ توجهی نکردن. برمیگردم به سوال اولی خود، اگر دو وزیر تازه هم این کار را انجام نتن، شما باز هم میرین سراغ از اونها یا رئیس جمهور افغانستان؟ این وظیفه ماست، این وظیفه ماست که تا حدی که قانون به ما اجازه داده اینا این دو وزیر و رئیس امنیت ملی، وزیر امور خارجه عضو شورای امنیت ملی هستند. اینا رئیس جمهور یک رأی داره در شورای امنیت ملی و دیگر اینا هستند که رأی اینا حساب میشه. چرا در اونجا تصمیم دست جمعی نمیگیرن؟ چرا در اونجا جمهور رو وادار نمیسازن؟ از وزیر خارجه افغانستان و از رئیس امنیت نپرسیدین که در جلسه استجواب اونا را پذیرفتین و دو وزیر دیگر را نپذیرفتین؟ خب ما اینا که سال به سال عیب شده، اصلا امضاهایی که ترتیب شده بود برای همه دو وزیر بود. ببینین و بیشتر مسئولیت هم برای امضا بر بار دوم که جمع آوری شد به دو وزیر بود، دفاع و داخله، یا هم امضاهایی که افشا شد؟ امضاهای افشا منظورم نیست، منظور ایست که اختلاف نظر بود. یک تعداد برای همه اگه میگفت، یک تعداد محدودتر، ولی تعداد بیشتر نظرشان ای بود که دو اول وزیر دفاع و داخله بیاین، چون رئیس امنیت ملی مدت کارش کم است، کمتر امکاناتش هم کم است در آوردن امنیت و تامین امنیت، و تا جایی هم برای ما معلوم بود که این وظایف خود نسبی انجام داده بود. اگر 100% هم انجام نداده بود، نسبی انجام داده بود. به او خاطر ما نخواستیم رئیس امنیت ملی، صرف به استجواب او قناعت کردیم. حالا یک برچسبی که زده میشه از جانب بعضی از نمایندگان مجلس گفته میشه که با دو وزیر برخورد شخصی هم صورت گرفت. حتی شما آنچه را که برخورد آقای
محمدی بود وزیر دفاع وزیر داخلی افغانستان با شما گفتن که شما مشکل دارین با ایشان از خاطر هیچ ما هیچ نوع مشکلی شخصی اگر شما متوجه بوده باشین ما گفتم هیچ نوع مشکلی هم رایت ندارم اگر داری بگوی هیچ نوع مشکلی ما هم رایش نداشتم و ما نه تنها مشکل با او ندارم ما بیشتر از وزیر دفاع ما وزیر داخله را بیشتر میشناسم و سابقه طولانی همسنگری هم رایش داشتیم اما این نمیشه که او همسنگری ما بوده من نقص کوتاهی از او را نادیده بگیرم میبینین فساد اداری در وزارت داخله است انتصاب های سلیقوی در وزارت امور داخله است در وزارت دفاع هاینی گپ است و ما سلیقوی عمل نکردیم قومی عمل نکردیم ببینین هم وزیر دفاع و هم وزیر داخله از دو قوم بزرگ افغانستان اردوش به استعفا رفتن و اردوش بیشتر گفتن که سوال از اگر چه متوجه دیگه دوستا بود که گویا دهی حکومت داخل است حکومت هم امینا بودن این به نظر من زیاد زیاد شما مطبوعات ببینین چیزی که واقعیت هاست باید انعکاس بدین آنچه ناکامی هایی که بوده تا حال بیشتر آنچه را که نفر. نقش حکومت میدانن افرادی هستند که در درون مجلس و با شما در یک تالار هستند میان مطرح میکنن که برابر کناری از وزرا حکومت نقش داشته هرگز وزیر دفاع دوست شخصی رئیس جمهور است وزیر داخله کدام دشمنی سابقه با رئیس جمهور نداره حالا اونا یک دلیل را مطرح میکنم میخوام امیر از شما هم بدانم که زمانی که بحث کارت بلند کردن رئیس مجلس میشه اینا تاخیر میدن اونا انتخاب میکنن که منتظر فرمان بود به یک رأی نیاز بود ببینین به یک رأی نیاز داشتیم یا باید صندوق گذاشت تاخیر چرا یا باید نیم ساعت جر و بحث بود مجلس ما میخواستیم صندوق گذاشته شوه نه تنها رئیس مجلس چل نفر یا ایش کارتشون نه کارت سبز بالا کرده بودن نه کارتی سرخ بالا کرده بودن و ملحوظات باید شما از خودشان پرسان کنین تقریبا 40 نفر وقتی که شما میبینین زمانی که برای گیری میآید در اونجا 88 بود وقتی که رای رد می 126 و 146 تقریبا میشه میبینین یعنی 200 چند رای اما یک تعداد اعضای مجلس نخواستن که کارتشون در روبروی تلویزیون یا چیز بالا بکنن و اون ایجاب میکرد که صندوق گذاشته میشه تا اونا آزادانه و سری میرفتن نشان میدادن که نظرشان نه به اصطلاح انعکاس میدادن خیلی سپاس بخوام همین نکته رو از آقای نیلی هم بپرسم که زمانی که مسئله استیضاح مطرح شد سه وزیر و یک رئیس امنیت بود حالا این سوال متوجه مجلس است که چرا در آخرین دقایق دو نفر حذف شد حتی در جلسه استجوابی اینا خواسته نشدن چرا خدمت شما عرض کنم به سوال خوب اشاره کردین روز اولی که بعد از رخصتی ها نمایندگان مردم از ولایت برگشت طرح استیضاحی 4 نفر مطرح بود وزیر خارجه ریاست محترم امنیت ملی و دو تا وزیر محترمی که امروز استیضاح شد بعد در امضا گرفتن خودشون ببینید یک مرحله استیضاح گرفتن امضا هست که حداقل 48 امضا باید 20% کل اعضا مثلا بیا امضا کنه برای از دو شخصیت امضا تکمیل نشد برای دو تا شخصیت او روزی که در استجواب همه از نامده بود برای از دو تا وزرایی که امروز حلب صلاحیت شد 53 و 51 امضا تهیشته بود برای از امضای لازم جمعاری نشده بود از نظر قانون وقتی امضای لازم جمعاری نشده باشه کس نمیتونه ورده استجا بکشانه لذا بحث استجواب از اونا مطرح شد و بحث استجا از اونا چون امضا تکمیل شده بود و نمایندگان گفت وقتی که امضا تکمیل شده ما ضرورت به استجواب اینا نداره ما مرحله استجایه رو باید پیش ببریم همین بود که دو تا بزرگوار برای استجواب آمد این دو تا را ممانعت شد تا اینکه برای روز شنبه برای استجا بیه پس اصلی است که در اونها امضا جمع نشده بود اما چرا وکیل امضا نکرده بود و بحث است که هر وکیل پیش خود تحلیل خود داره من فکر نکنم موضوع دیگه ای در از این قضیه مطرح بوده باشه حالا یک مسئله که متوجه رئیس مجلس است حالا شماره یا بعضی از اعضای مجلس نمایندگان مطرح میکنن که رئیس مجلس به خاطر گرفتن فرمان منتظر بود و بعد که فرمان را گرفت کارت سرخ بلند کرد و می خاطرم این برچسب را بر حکومت میزنن که از اینجا دستور گرفته و نقش داشته حکومت بر رد از اینا
من چیزی را نمیدانم که به عنوان فرمان کسی اونجا داده باشد. اگر به شکل یک مکتوب و نامه‌ای بوده باشه که ما ندیده باشیم، چون رئیس مجلس در معذر همه ما بود، نه تلفنی مطرح بود نه گپی. ولی میبینید این که بهانه اینه که چرا به تاخیرشون کارتخرا بلند کرد. اگر مثلا منتظر فرمان نبودی در اول باید بلند میکرد. شما یک نقطه را توجه بکنید، امروز مطبوعات متاسفانه در داخل لا داده نشده بود که از نزدیک وقایع را دنبال میکرد مطبوعات افغانستان. وقتی که دو طرف مساوی رای آورد 86 86 86 و وکلا گفت ما قناعت کردیم، 86 نفر از وکلا گفت ما قناعت نداریم، باید صندوق گذاشته شود. خب در این مرحله اصول وظایف داخلی اکثر شرایط را مطرح کرده، در صورتی که آرا مساوی شود چی باید بکنه، در صورتی که شک در آرا با وجود بیه چی باید بکنه، در صورتی که شک با آرا با وجود بیه بعد از او باید مثلا با بلند شدن و نشستن رای گیری صورت بگیره، بعد از او صندوق گذاشته شود، در نهایت اگر آیا مساوی بود رای رئیس این کننده است. جناب آقای ابراهیمی میخواست این مجلس امروز به گونه‌ای مدیریت کنه که با کارت خودش نوبت نرسه، یا با بلند شدن مثلا اعضای مجلس نمایندگان یا خدمت که شرط دوم از در اصول وظایف داخلی، در اصول وظایف یا مثلا با گذاشتن صندوق مراحل طی شود. ایشان علاقمند نبود که کارت خود بلند کنه، البته از اول کارت پیش گذاشته شد چند بارم اشاره کرد. اما اونچه که در مجلس هم مطرح شد در مورد بلند کردن کارت رئیس مجلس، اونجا گفته میشه که تنها در شرایط مطرح کردن بلند کردن میتونه که مسئله اعتماد و عدم اعتماد باشه، نه برای قناعت و عدم قناعت. خب ببینید، یعنی 86 86 برای قناعت مجلس اصول وظایف خان، اصول وظایف اول رئیس خان، در آخر مرحله ای که کار به جای رسید که دیگه پارلمان داشت وضعیت بسیار متشنج میشد، این حق باید با رئیس مجلس بدیم. انصافا امروز کاری خوبی کرد. اگر رئیس مجلس وارد از این کار نمی‌شدی، یقینا امشب ما و شما شاهد حوادث بسیار بدی می‌بودیم. پارلمان افغانستان بین خود درگیر بود، نمایندگان مردم بین خود درگیر بود، دو طرف جدی سر قضیه استاد بود، یک گده هرگز نمی‌خواست شورا برای تا این موضوع مشخص شود، یک گده در تلاش بود که مثلا شورا بیرون شود تا نصاب به هم بخوره. به هر حال رئیس کاری به نظر ما عقلانه و منطقی کرد امروز. شما ببینید که رئیس اول اصول وظایف داخلی را خون که برادرها در صورت تساوی آرا رأی رئیس تعیین کننده است. آل شما برای ما بگین که ما چیکار کنیم. از داخل تالار نمایندگان مردم فریاد زد که جناب رئیس مرا از مشکل خلاص کو، کارت خود بلند کو، هر تصمیمی داری کارت خود بلند کو. که زمانی که مجلس به بنبست میره، اینجا بلند کردن کارت رئیس به خاطر آرامش و تعیین سرنوشت ضروری است. او خود اصول وظایف داخلی آمده، چیزی که آمده باید ما او را مراعات کنیم. ما خب بر اساس قانون باید پیش بریم. اینجا زمانی که تاخیر هم صورت میگیره کدام مشکل جدی نیست، مشکل جدی نیست، چون او مراحل دیگر هم میخواست طی کنه، در او مراحل موفق نشد. یعنی آقای ابراهیمی میخواست مراحل دیگر را طی کنه که نیاز نرسه به اینی که خود از او کارت بلند کنه. او از اول کارت خود نشان داد که ببین من کارت سبز دارم، من کارت سرخ میتونم از این کارت استفاده کنم، ولی ما میخواهیم شما و کلاب بین خود به توافق برسید، از اصولی که گفته شده بر اساس اصول پیش بریم. وقتی نقطه به جای رسید که داشت پارلمان اصلا میپاشید، جنجال ها بسیار زیاد شد. در از اون مرحله جناب رئیس ما فکر کنیم به داد پارلمان افغانستان رسید و کار شایسته عاقلانه و منطقی انجام داد بر اساس اصول. یک نگرانی که مطرح شد در درون مجلس، گفته شد که حتی عملا پول نقص توزیع میشه در دهلیز های مجلس، این مسئله چگونه بود؟ خدمت شما عرض کنم که متاسفانه همیشه این گونه هست. وقتی که موضوع رأی اعتماد عدم اعتماد مطرح میشه، خب کسایی هست یا عمدن یا واقعا همچی چیزی هست مثلا مطرح میده که پول مثلا توزیع میشه. من خودم در تالار بودم، تا آخر در تالار بودم، از تالار بر نیامدم. بعد اونجا مطرح شد که کسایی در مثلا دلیسا یا در تشنابا با عرض معذرت اونجا پول توزیع میکنه. من برآمدم که برم واقعا این نقطه رو ببینم. من چیزی به نظر ندیدم. یکم حرکت را که کسی دیده باشم مثلا در خفا با هم نشسته باشه یا مثلا تبادل نظر میکرده باشه یا در گوشه تبادل مثلا پول بوده، یکم چیزی رو من. خیلی سپاس همکاران فنی ما اشاره میکنن که وقفه داریم. پس از وقفه این بحث همچنان ادامه داره. باز هم خوش آمدید. میپردازیم بعد دیدگاه شما که از طریق صفحه اینترنتی فیسبوک با ما شریک ساختین. آقای خانلی رادمن نوشته است: باور من مجلس نمایندگان کار خوبی را امروز انجام داد و مردم امید دارند که این روند ادامه یابد تا وزرای فاسد و نااهل به خانه هایشان فرستاده شوند. حمید عزیزی نوشته است: در صورتی که پارلمان همیشه از ملاحظات کار نگیرد، همیشه مانند وزرایی که توانمندی و لیاقت کاری ندارند استیضاح و سلب صلاحیت کنند، دقیقا نتیجه بسیار خوبی خواهد داد و اصلاحات روز به روز بیشتر خواهد شد و فساد از بین خواهد رفت.
مسعود صوفی‌زاده نوشته است که جلسه پارلمان امروز دیدنی و جالب بود، چه از لحاظ اداری و چه از لحاظ مدیریتی. صحنه بود دیدنی که می‌دانید شاید مشق و تمرین دموکراسی از نو افغانیان. به این ترتیب طالب و پاکستان روزانه موشک پرتاب می‌کند یا عمل انتحاری انجام می‌دهند و پارلمان وزیر را سلب صلاحیت می‌کند. مگر می‌شود روش بهتر و مؤثرتر از این در مقابله با دشمن خارجی و طالب سراغ کرد؟ و داود رضایان نوشته است وقتی خود کرزی انتحاری را رویش را میبوسد و جیبش را دلار پر میکند و رایش میکند، از وزرا باید از این بیشتر توقع نداشت. شما میتونید دیدگاه گایتان را از طریق صفحه اینترنتی فیسبوک یعنی صفحه کنکاش با ما شریک سازید. آقای زابلی، میخوایم در مورد ساختارهای امنیتی دیدگاه شما را داشته باشیم که آیا تنها به نظر شما ضعف در دو نهاد بود، وزارت داخله و دفاع، یا اینکه اینجا ضعف‌های مربوط به ریاست امنیت ملی افغانستان هم بود و مربوط به وزارت خارجه افغانستان هم؟ خو استخبارات واضح گپ است که در کدام توپ تیره باید نمیداشته باشد، چنانکه فعلا بسیار دولت ضعیف هم قرار داره نداره. اونا د بخش استخبارات چطور نی جنگ ما شما جنگ استخباراتی است؟ فعلا ما شما د غلطی قرار داریم که جنگ نه اعلان شده است. تقریبا 70% 80% جنگ استخباراتی است. د اگر جنگ اعلان شده می بود یا فرضاً افغانستان می خواست که وارد یک جنگ اعلان شده شوه، بعد از او مسئولیت زیاد به رئیس جمهور متوجه بود که رئیس جمهور بعد او را پیشنهاد میکرد با شورای ملی، تصویب شورای ملی میگرفت. در اون صورت باز ما و شما به وزیر داخله و به وزیر دفاع که امروز یا استعزاز شده و اونا را در اون صورت ما و شما ملامت کرده نمیتونستیم، ولی فعلا در شرط فعلی که جنگ استخباراتی است در سرحدات است، یا باید دفاع بکنه ای وزیر باشه دیگه باشه. حالا زمانی که جنگ استخباراتی در افغانستان است، این ضعف مربوط کجاست؟ مربوط کدام نهاد افغانستان؟ این تو استخبارات هم نیست که از طرف توپ ما و شما بگیم که جاسوس اونجا کشف کنه که چی گپ است. خب حالا میبینیم که 1556 تراکیت هنوز آمده، 60 تراکیت هم امروز دیگر هم آمد سر میکنن اصابت کرد. این به استخبارات دیگه ارتباط نداره که استخبارات کشف کنه یا از این استخبارات علیه و کدام عملی بکنه. فعلا مربوط میشه به قوای مستقیما به اردوی ملی ما و یا قوای سرحدی. شما از دو نهاد دیگه، ریاست امنیت و وزارت داخله، خواستار استجواب شدین؟ این حاضر شدن برای مجلس شما؟ برای ما آمد. حالا میخوایم امین نکته را دقیق بدانم که مجلس نمایندگان اشاره میکنن که مخصوصا آقای مجدی که دلایلی را که اونا ارائه کردن نسبتا قناعتشان را فرام کرد. آیا آنچه را که این دو نهاد بر شما مطرح کرد واقعا قناعت بخش بود نسبت به دو نهاد دیگه؟ قطعا قناعت بخش نبود. ارسیشن یک موزیر داشت و وقتی که یک بزرگوار صحبت میکرد فرضاً وزیر صاحب داخله، اون دو تا نیاد دیگه برای اون کدام نظر انتقادی و یا کدام گپ اضافی نداشت. به معنی که یا امان کده بود، ولی قناتی مجلس سنا را اون حاضر کردن فرام کردن تنیس ای که ما صلات استظهار نظر به قانون اساسی نداریم. ما به جز اینکه فقان خود بالا کردیم، گفتیم که برین شما را رئیس جمهور قنات بتین که یک عملی بیلمس اجرا شود و در غیر از شما را نمیمانه این ملت خفاست. شما چرا حکیمت ما شما از خاطر شما 3-4 نفری به اصطلاح نه حالا دو نهاد دیگه که قناعت شما را فرام ساخته نتانست، شما میخواستین که اینا هم استعزا شود؟ ریاست امنیت و وزارت خارجه؟ ریاست امنیت در پروگرام استعزا باید باشه. چرا اونا هیچ وقت به خود برا داده نمیتونه وقتی که وزارت دفاع و وزارت داخله به او سرنوشت دچار شود و ما و شما به وزارت ریاست امنیت ملی باز بیخی او را برات بتیم؟ چرا اونا هم یک قوای بسیار پس زمانی که این دو نهاد دیگه استعزا نمیشن، شما فکر میکنین که واقعا اینا دلایل مرجع داشتن یا برخورد ها دیگر بودن؟ دیگه شما دو تا نیاد یاد میکنین. به فکر ما تنها ریاست عمومی امنیت ملی رو شما میگین، امنیت ملی و وزارت خارجه. وزارت خارجه در موضوعی که وزارت خارجه است، خود مشانجگه اونا را به استجواب نخواسته بوده. صرف ما اسپانتار خواسته بودیم که در مشاور امنیتی رئیس جمهور است و بدبختانه یک سال فکس میشه که با مشانجگه او هیچ تشریف نمیاره و آقا نمیفهمه که در پایش کدام خیناست یا مشانجگه بد میبره. با همچنان ما در دیگه وزارت خانه ملاحظاتی داریم. در وزیر صاحب مالیه، وزیر مالیه ما شما میبینید که روزانه در مستند علیه و اسناد پخش میشه که از اسمان پول میاد اکانت او جمع میشه، هیچ کس نیست که از او پرسان کنه. ما کمیسیون سهام شرکت امروز تصمیم گرفت که باید ما و شما حتما دی هفته وزیر صاحب مالیه را به شمول تمام رسانه او را بخیم، او را بگیم که پیسه از کجا میاد اکانت تو، در کدام انتخابات خودت میگی پیسه بی چیزی است که باید در مورد اونم یک چیزی بگیم. از لحاظ قانون اساسی صلاحیت استیزار ولی سیجرگدار میخوایم از آقای مجددی بپرسم که
کار بعدی شما چه خواهد بود؟ این مواردی را که آقای زابلی اشاره کردن جدی میگیرین؟ چرا نه؟ به این معنی نیست که ما ریاست عمومی امنیت کاملا براحت بودیم تا سه سالی که دوری ولسی جرگه باقی مانده. ما انتظارات را داریم که ریاست عمومی امنیت ملی در مبارزه با تروریسم، در کشف و خنثی‌سازی دسایس دشمن جدی و فعال باشه و انتظارات را که مردم افغانستان داره در ضد جاسوسی هم ریاست عمومی امنیت ملی و ناگزیر شما وزارت دفاع ملی هم دستگاه کشف داره و وزارت امور داخله هم و در مجموع این دستگاه های ما فعال شوند مثل کشور همسایه واری خصوصا کشورهای منطقه واری دیگه ما نمیت یعنی برای همیش ریاست عمومی امنیت اگر شما ضعف را بعد از این ببینین اینا هم چرا نه؟ چرا نه؟ اگر اینا ضعف های اینا دیده شوه حتما حالا آقای مجدی میپردازیم دوباره به مسئله رایگیری در مجلس که امروز صورت گرفت زمانی که رایگیری به خاطر قناعت وکلا علنی صورت گرفت آرا مساوی بود 86-86 اما زمانی که رای سری شد اینجا تفاوت کلانی وارد شد در رای دادن و رایگیری فکر میکنین که روی کدام دلایل بود یک تعداد مردم اصلا کارت خود در زمانی که کارت سبز سرخ مطرح شد هیچ کارتی را بالا نکردن این ملحوظات باید آدم از خود یا پرسان کنه که چرا البته نمیخواستن که رایگیری علنی باشه بعد که رایگیری به طور مستقیم به رد صلاحیت شد صندوق گذاشته شد در اوجا تصمیم گرفتن و طبعا تعیین کننده بود تصمیمشان این را باید آدم از کسایی که یک تعداد ما دیده بودیم که واقعا اونا اشکارتی بالا نکرده بودن و بعد تعداد نصاب 226 بود 228 نفر از 228 اینا رو ببینین 86 کارت بالا کرد بله یک تعداد کارت بالا نکرد و دیگر ها وقتی که به صندوق رفت رای سری شد رای بالا کرد خب اگر فرض کنیم که 10 نفر کارت بلند نکردن در رای علنی اما تفاوت رای مثلا رای های منفی در رای سری بیشتر شد خب این می نارضایتی ناخشنودی اعضای مجلس است اظهارات مردم بود از عمل کردی دوستا بود اما زمانی که علنی می باشد چرا اینا نارضایتی خب باز هم باید از ما علنی نبود شما از ما علنی بود شما از کسایی پرسان کنید که چرا اونا علنی نکردن دوباره یک نگرانی را که از آقای نیلی پرسیدم از شما می خواهیم بپرسم که گفته شد که پول توزیع می شه نقدن و حتی یکی از نمایندگان مجلس خواستار تلاشی و کلا شد مسئله به نظر شما چی بنام؟ خب این را اونا هم شنیدن و ما هم ولی عملا به چشم خود ندیدیم که آقای بشاردوست گفت که باید دروازه بسته شوه و کسایی میبره تلاشی شوه و همین خبر ها به ما هم رسیده بود که چند نفر در دالیز گویا پول توزیم ولی عمل اما به چشم خود ندیدیم یک مسئله دیگه که آقای مجددی مطرح شد در دور گذشته زمانی که وزرا استیضاح شده بودن اونجا رایگیری جداگانه صورت گرفته بود اما این بار مشترک این تفاوت یا این تغییر از کجا پیدا شد؟ این فیصله مجلس است بر شکلی که مجلس تصمیم بگیره اونا عملی میشه آقای نیلی دیدگاه شما را میخوایم در این مورد داشته باشم که این تغییر از کجا وارد شد چرا این بار رایگیری مشترک باید صورت میگرفت ببینید در وصول وظایف داخلی که گفته چند تا وزیر سزا میشه در اونجا نگفته که رایگیری مشترک یا درباره قناعت عدم قناعت یا رایگیری مثلا جدا جدا وکلا تشخیص داد که یک اختلاف به وجود نه مسائل قومی مطرح نشه مشترک ما تصمیم میگیریم یک چیز خلاف اصول نیست که شما در این موضوع مطرح کردید اگر اجازه باشه یک موضوع رو میخوام یک مقدار روشنی اندازم شما ببینید در بار اول 172 نفر در قناعت عدم قناعت رای داد 86 نفر 172 نفر میشه ما 228 تا مثلا نصاب داشتیم 56 نفر در رایگیری اشتراک نکرده 56 نفر در رایگیری اشتراک نکرده. اونا عملاً حضور داشتن. عملاً حضور داشته در رایگیری اشتراک نکرده. و کارت بلند نکرده. پس اینا نمیتونه بگیم در رایگیری علنی وکلا یک رقم تصمیم میگیره در رایگیری محترم غیر علنی یک رقم. ببینید تفاوت رای وزیر مثلا داخله در رایگیری علنی
با رای گیری مخفی 4 رای بوده، 90 رای تایید آورده، اون وقت مثلا در حدودی 86 رای داشته بود، 4 رای اضافه شده رایش. وزیر محترم دفاع 10 رای رایش کم شده، 86 بوده و 70 مثلا 76 شده. لذا در حدود 56 نفر از وکلای مردم افغانستان اصلا در گیری اول اشراق نکده. این موضوع یک مطلب واضح بوده باشه که گویا ایت حمل نشه که وکلا در علنی به گونه عمل میکنه، وقتی در سری شده در پشت پرفت به گونه دیگه عمل میکنه. 56 نفر از وکلا در گیری اشراق نکرده بوده. خب حالا زمانی که مسئله رای گیری مشترک مطرح میشه، یک نگرانی به وجود میاد در درون مجلس که اینجا اختلافات بیشتر است. چگونه است واقعا رای گیری تصمیم گرفته شد رای گیری مشترک صورت بگیره به خاطر که امی مشکل پیش نیاید؟ البته در از اینکه پارلمان افغانستان گاهی اوقات کشان نمیشه با مسائل اختلافی دیگه، فکر کنم جای این کار نیست، ولی اغلبا پارلمان افغانستان مسائل عمومی رو در نظر گرفته و این اتهامی که با پارلمان میگه اینا همیشه قومی فکر می نه غیب کاملا اتهام است و دلایل بسیار زیاد داریم که در حساس ترین شرایط پارلمان افغانستان اون گونه فکر نکرده. امروز چون حساسیت ها خیلی نزدیک بود، خیلی حساسیت بالا بود، گفت اگر یک رای گیری شد تفاوت بین دو تا وزیر به وجود بیاد، امکان داره اینجا بین دو تا قوم کلان افغانستان یک مشکلاتی با وجود بیاد. لذا صلاح به این دانسته شد که رای گیری مشترک صورت بگیره و در اصول وظایف داخلی هم چیزی خاص پیش بینی نشده و قبلا هم مسائل آنچنانی که شما اشاره کردین ظرافت خود را داره در درون مجلس. خب دیگه او نباید، پارلمان افغانستان هم این کاسنده مردم افغانستان است. این مشکلات تا حدودی در بین مردم افغانستان متاسفانه وجود داره و قبلا هم اگه هم چیزی بوده که در دوره قبلی که وزیر داخله و وزیر مالیه استعفا شد، رای گیری مشترک شد. این بار اول نیست، قبلا هم این قضیه اتفاق افتاده بود. دوباره میپردازیم به مشکل کلان من. که دلیل اصلی که دو وزیر سلب صلاحیت شدن مسئله چالش های امنیتی در افغانستان بود، یعنی ترورهای زنجیره‌ای در افغانستان و عملات موشکی از خاک پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. اگر این مشکل با وزرای جدید هم حل نشه، شما میخواین به کجا مراجعه کنین؟ فکر نمیکنین که مشکل اصلی در سیاست کلان حکومت است و باید این را از اونجا پیگیری کنین؟ شما ببینید استضاح امروز که با این مثلا سنگینی، من امروز بسیار انصافا از استضاح امروز لذت بردم، به خاطر از اینکه نمایندگان بسیار موضوعی ملی را مطرح کرد، موضوعی کلان را مطرح کرد. بعد خدمت شما عرض کنم بسیار با مدیریت البته اکسترا مشکلات پیش آمد، این طبیعی بود. من فکر میکنم استضای امروز سه تا پیام مشخص داشت. یک پیام برای جمهور افغانستان داشت که نمایندگان مردم افغانستان این گونه میاندیشه، در واقع مسئول اصلی از این قضیه جناب رئیس جمهور به عنوان سرعلای قماندان عمومی افغانستان، امر جنگ و امر مثلا آتش بس، امر صلح برمیگرده برای جمهور افغانستان. این پیام روشن برای رئیس جمهور افغانستان بود که تجدید نظر کنه به این نظر خود، خواسته مردم افغانستان و خواسته نمایندگان مردم افغانستان. حالا مسئله اگر مطرح است، ضرب 60 را که شما ازش حرف میزنین که نشان دادین، اگر رئیس جمهور افغانستان باز هم توجه نکند چی میکنه؟ ببینید ما اول امیدوار هستیم که جناب رئیس جمهور افغانستان توجه نده این نقطه. یعنی شما میدونین که رئیس جمهور افغانستان به خاطر اساسیت رابطی که با پاکستان داره بارها ایرا احسان کرده و حتی گفتن در نشست خبری خود که نمیخواین که به خاطر رابطه ای که با پاکستان دارن حمله بالمصر انجام بدن. چطور میشه که رئیس جمهور دستور میده به دو وزیر تازه که حمله بالمصر صورت بگیره؟ خب ببینید شما اینجا بازم شاید از پارلمان شما شنیده باشید جسته گرخته که این موضوع مطرح شده که اگر چنانچه رئیس جمهور افغانستان تصمیم نگیره، ما ماده 69 قانون اساسی را به اجرا میگذاریم. ماده 69 قانون اساسی برمیگرده به سوال از رئیس جمهور و در واقع رئیس جمهور زیر سوال بردن. این موضوع به خاطر از اینکه یک مقدار اول این مرحله را باید پیش می‌رفتیم، اگر رئیس جمهور افغانستان توجه نکنه، امکان داره در نهایت مردم نمایندگان مردم افغانستان به اون مرحله برسه، ماده 69 قانون اساسی را بخواد مفادش را اجرا کنه و رئیس جمهور افغانستان را مجبور کنه. من فکر می‌کنم که رئیس جمهور افغانستان باید این پیام مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان را گرفته باشه. خیلی سپاس. حالا می‌خوایم با جنبندی بحث بپردازیم. دو وزیر را که شما رد صلاحیت کردین، گزینه‌های بعدی را کیها و با چه ظرفیت شما میخواین؟ ما کسایی که در جای از دو تا وزیر محترمی که امروز سلب صلاحیت شده بیایه، ما از اونا توقع داریم که اصل نویش از اونا کاملا درس عبرت باید گرفته باشه، حساسیت ها را باید درک کرده باشه
که نمایندگان مردم افغانستان در مقابل چی مسائل حساس است و چی مسائل برای از دارای اهمیت است. من فکر می‌کنم تجربه بسیار خوب برای شخصیت‌های بعدی است که در جای از دو تا میه. ما در افغانستان شخصیت‌های فراوان داریم که میتونه جای از شخصیت‌های که امروز هم صلاحیت شده پر کنه و این جای خالی نمیمونه. برمیگرده برای جمهور افغانستان که از این حرکت پارلمان افغانستان به چگونه استقبال می‌کنه. امیدوار هستیم که رئیس جمهور افغانستان استقبال خوبی کنه. در واقع ما خواستیم رئیس جمهور افغانستان کمک کنه در این حالا یک تجربه نشان داد آقای نیلی که زمانی که شما چندین وزیر در گذشته رد صلاحیت کردین که برای بار نخست معرفی شده بودن، اینا به عنوان سرپرست تعیین شدن. اگر این دو وزیر باز هم به عنوان سرپرست تعیین شوند، میخواین چیکار انجام بدین؟ خب در اون صورت میفهمم که رئیس جمهور افغانستان است که افغانستان رو به سوی بحران میکشانه. یعنی تطبیق ماده 69 قانون اساسی. ببینید شما این از صلاحیت های خاصه ولسی جرگه افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان حق نداره قانونن که بیا مثلا این صلاحیت اختصاصی ولسی جرگه افغانستان. حالا اگر رئیس جمهور حق نداره، شما شاهد هستین که کار انجام داده. بله. هفت وزیر بر چه مدت سرپرست بودن؟ خب یک مدت طولانی. خب اونا صلاحیت نشده بود. ببینید؟ رد صلاحیت شده بود. نه. یعنی رد تایید رأی اعتماد نامه. رأی اعتماد نگرفته بود. تنها وزیری که بعد از رد صلاحیت مان آقای اسپانتا بود در وزارت خارجه افغانستان که جناب رئیس جمهور یک رای بزرگی را پیدا کرد، مثلا یک کسایی با او مشورت داد که مثلا نمیدونم چگونه بوده چگونه بوده. من فکر کنم که رئیس جمهور افغانستان از هم درس خوب گرفت. به خاطر از اینکه مشکلات با او حل نشد با ماندن از اون مشکلات بین پارلمان و حکومت همچنان باقی ماند. امیدوار هستم جناب رئیس جمهور در شرایط حساسی که میخواید اولا انتخابات پیش روست، دوما نیروهای خارجی افغانستان را ترغیب میکنه، سوما مبارزه با فساد شعار خود قرار داده، سلاوی کار خود قرار داده. در یک همچین شرایطی موضع‌گیری در مقابل پارلمان افغانستان در واقع رئیس جمهور افغانستان زیر سوال خواهد برد و امیدوار هستم که رئیس جمهور افغانستان خود زیر سوال نبره. بسیار تشکر آقای مجدی. همین نکته را میخوایم از شما پرسم که نگرانی ها در مورد تصامیم رئیس جمهور وجود داره و پیش از این شما هم تجربه کردین و افغانستان هم تجربه کرده که وزرایی که رأی اعتماد نیاوردن به عنوان سرپرست تعیین شدن. اگر رئیس جمهور افغانستان اینا را سرپرست تعیین کنه، بعدش واکنش مجلس چه خواهد بود؟ ما شما بهتر معلوم است که پارلمان رئیس جمهور افغانستان به خاطر مبارزه با فساد و حکومتداری خوب تعهدات را داده و پارلمان افغانستان و مردم افغانستان و این تصمیم پارلمان افغانستان هم به خاطر مبارزه با فساد بوده و خاطر حکومتداری خوب برده. ما امیدوار هستم رئیس جمهور تصمیمی به تصمیم پارلمان به اصطلاح احترام بگذارن و در افغانستان قطار رجالی نیست، میشه از کادرهای جوانتر دیگری استفاده شود، از کادرهای تازه دیگری استفاده شود تا خلا پر شود. حالا با چه ظرفیت شما خانه وزرای تازه هستیم؟ ما با ظرفیتی که از این وزرای که قبلا بود از اینا که تواناییشان بیشتر باشه، تجاربشان بیشتر باشه، شفافیت کاری و البته تواناییشان بیشتر از اینا باشه. خیلی سپاس. آقای زابلی، شما آیا شما هم در تصامیم رئیس جمهور افغانستان پس از این شک دارین با وجودی که آقای مجدی تاکید کردن که رئیس جمهور افغانستان حالا تلاش میکنه که مبارزه با فساد را جدی بگیره و حرکت های خوبی از خود نشان بده؟ خب اگر به تصمیم میگیره که اینا را سرپرست نگه میداره یا ای که اینا را کنار میزن؟ ولی اگر به سابقه ببینیم در چند 8-9 سال سابقه جناب رئیس جمهور با متعهدات خود وقدر ایستادگی نمیکرد، ولی فعلا فرمان رئیس جمهور که اونا صادر کرده دو تعهد کرد که از مسئلت گرایی دیگه کنار میشه. ما به او خاطر علی مطمئن هستیم که جناب رئیس جمهور با تصامیم شورای ملی که او فیصله ملی است او را احترام خواهد کرد. در غیر از او باز با فرمان رئیس جمهوری هیچ کس اطلاع نخواهد کرد، باز هم با معاش مقایسه خواهد بود، باز تشنج بین شورای ملی و رئیس جمهوری خواهد باوجود خود برسه. ولی ما مطمئن هستم که یک کمک بود در قسمت تطبیقی امو فرمان رئیس جمهوری که از مسئلت گرایی باید برایم، از قوم گرایی باید برایم، کار به اهل کار بسپاریم. اینا رو به جناب رئیس جمهور با مشاورینش با کابینه است که وزیرای سابای را برای ما و شما برای شورای برای ولسی جرگه معرفی کنه که واقعا نظامیه باشه، تجربه داشته باشه، افرادی مسلمان ملی باشه تا که از عهده وظایف بسیار عمده برای در دو نهادی که حالا میخواین گزارای تازه معرفی شوه، در قدم نخست
کارایی را که دو وزیری که سلب صلاحیت شدن انجام دادن نتونستن، اینا باید انجام بدن. یعنی کدام نکات است؟ درست به خاطر دلایلی که اینا کنار زده شدن یا کارهای دیگه هم وجود داره؟ فعلا ما شما در تحت یک به اصطلاح دیگه یک بمباردی همسایه نامرد قرار داریم. اولین تصمیمی که اونا میگیره یک پالیسی درسته، یک استراتژی نظامی درسته سر رئیس جمهور بقبولانه که اونا یک عمل بالمثل و یا از رای دیپلماتیک سر پاکستان و ایران و همسایه دیگه که نامردی میکنن برای ما شما دی شرایط اساس از یوغ استعمار اونا ملت حاکمیت ملی ما شما رو باز اونا نجات بده به هر ترتیبی که نشه. این میتونه که عمومی نظامی که با تجربه است، اون نظامی که واقعا اولادی این وطن است، متحد به وطن است، وفادار است، مسلمان است. حالا یک نکته را که شما اشاره میکنین، بحث قناعت رئیس جمهور افغانستان است که خب سرانجام فرمان صادر کنه که حمله متقابل داده شود. اگر دو وزیر دیگه هم که تازه معرفی میشن نتونن قناعت رئیس جمهور افغانستان را فرام کنن، بعدش چی میشه؟ تنها رای جنگ نیست که اونا اتمن بعد. حالا رای دیگه کس؟ رای دیپلماتیک است که وزارت خارجه افغانستان اور جمع مسئولیت داره که اینا تنها استجواب شدن. شما ببینین تنها وزیر دفاع باید چند توپ که از طرف فایر میکنه، ما شما قناعت نمیکنیم. قناعت ما دیسته که اونا یک استراتژی را بسازه که استراتژی را اول به سطح دولت او را قابل قبول باشه، شورای ملی را او را قناعت بده و امسایه بترسه یا از عمل خود کار بگیره و یا اقلا از طریق شورای امنیتی ملل متحد و یا از طریق خود نیرویی که ما شما داریم سر چنان فشار پارته که اونا از کار خود کنارگیری کنه. این است درایت اونا. بسیار کوتاه اگر اشاره کنیم، در گذشته که رئیس جمهور افغانستان این کار را نکرده به خاطر رابطه که با پاکستان داره و خودشان هم اشاره میکنن که رابط ما برادرانه از بیشتر با پاکستان، اگر در آینده هم نکنه این کار را، بعدش تصامیم کلان که باید گرفته شوه چه هست؟ به صفت یک نماینده بسرخورد مجتهان و جرگه چون ما در اولیسی جرگه هم وضعیت نداریم که استعزار برتن و هدفتن که دوستای ما چی تصمیم میگره، ولی به صفت یک نماینده کوچک صدای خود بلند خواهد کردیم که رئیس جمهور هم چیزی که تعهدات کرده او به نفع ملت بوده، به او وفادار نبود، مثل که از ایران پیسه میگرفت، علی ما مطمئن به هستیم که از پاکستان هم میگیره. خیلی سپاس از حضورتان در این بحث. و همچنان از شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش.